شبنم آذر اینجا در استودیو با من همراه شده. شبنم موج اعتراضا به انواع مختلف امروز هم ادامه پیدا کرده، بیانیه‌های مختلفی هم منتشر شده. بله، امروز در تهران همطور که در تصاویر دیدیم، اول اعتراضا در واقع با بوق ممتد ماشین‌ها شروع شد و بعد تجمعی شکل گرفت. مردم در خیابون صدر و ولیعصر بیرون اومدن. خب این اتفاق قبلا نیفتاده، ما همه تقریبا این روزهایی که گذشته دیدیم که اعتراضا در تهران در شب بوده، در بعضی شهرها در روز هم بوده مثل شیراز یا شهرهای کردستان، ولی این اولین باره که در طول روز در تهران مردم بیرون اومدن. و اعتراضای دانش آموزا خیلی جالبه، روش‌های مختلفی دارن برای اعتراض کردن. چند وقت پیش یک بیانیه‌ای دادن دختران که گفتن ما در مدارس بدون روسری حاضر می‌شیم. گزارش‌هایی داریم از اینکه دختران بدون روسری در مدرسه رفتن و در مدرسه کسی باهاشون برخورد نکرده در حالی که روسریشون رو در آوردن. در عین حال یک دو دستگی در مدارس دولتی به ویژه ایجاد شده. برنامه‌های کلاس‌ها داره روز به روز اعلام میشه و در واقع یک سری معلم‌ها خود به خود کلاس‌ها رو تعطیل کردن و یک سری از دانش آموزا هم مدرسه نمیرن. در عین حال این ویدئویی هم که دیدیم، در واقع خیلی تعداد زیادی از این ویدئوها به دست ما رسیده، ما فقط یه نمونهش رو منتشر کردیم برای اینکه اعتراضشون رو نشون بدن. در واقع عکسایی که پروپاگاندای نظام رو در واقع در خودش داره، در کتاب‌های درسی مثل عکس خمینی رو آتش می‌زنن و تعداد خیلی زیادی از این تصاویر است مثل یک تحرک و یک حرکت جدیدیه که در بچه‌های مدرسه در واقع شروع کردن. یک بیانیه که الان با هم شنیدیم، بیانیه چهارم محلات در واقع چهارم جوانان محلات تهرانه. اینها از مردم خواستن که شنبه ساعت 2 بپیوندن به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های دانشجویان، برن نزدیک‌ترین دانشگاهی که در واقع محل زندگیشون هست، اگر فضا امنیتی در کوچه‌های اطرافش، و در واقع این همبستگی رو پیدا کنن با دانشجوها و این پیوند رو باهاشون داشته باشن. یک بیانیه دیگه امروز اومده که بیانیه خیلی تندی هم هست. 800 نفر از نویسندگان کتاب‌های کودک و نوجوان که در واقع فقط هم نویسندگان نیستن، ناشران هستن، فعالان، تصویرگران، کسانی که موسیقی برای این گروه‌های سنی می‌سازن، ببین در این بیانیه نوشتن که از کودکانی که شما لباس نظامی تنشون می‌کنین و اسلحه یا باتوم دستشون میدین و اینها رو روبروی مردم قرار میدین، نوجوانای کم سن و سالی که در تصاویر زیادی ما دیدیم که از اینا استفاده میشه به دلیل کمبود نیرویی که دارن، اعتراض کردن که شما دارین تمام قوانین حقوق کودکان رو نقض میکنین و از این کودکان استفاده ابزاری میکنین. علاوه بر این خواستن که به قتل نوجوانان در خیابانها پایان بدن، بازداشت نوجوانان رو پایان بدن. و از جمله امضا کنندگان این بیانیه هم اسامی جالبی درش هست، کسانی که در واقع شعرهای کتابهای مدرسه ما رو در زمان کودکی مینوشتن، مثل اسدالله شعبانی از در واقع امضا کنندگان هستن، آرمان آریان هست، سلماز نراقه که موسیقی میسازه برای کودکان و بسیاری دیگه. اعتصاب هم داشتیم امروز. مغازه‌دارای اصفهان در خیابون امیرکبیر مغازه‌هاشون رو بستن و اعتصاب کردن. یه راننده کامیون هم برای ما یه پیامی فرستاده، گفته که من می‌خوام به این اعتصابا بپیوندم. اگر خاطرتون باشه سال 97 خرداد 97 ما یه اعتراض سراسری رانندگان ماشین‌های سنگین رو داشتیم که در اونجا حدود 160 شهر رانندگانش اعتصاب کردن و در واقع الان خواستن که دوباره بریم تصاویر رو ببینیم، شبنم برگردیم ادامه بدیم راجب آخرین های اعتراض. اینو پشت ماشین گرفتن، گذاشتن پشت برف باکن. هفتم مهر ماه، اصفهان، بلوار امیرکبیر، همه اعتصاب کردن، همه، دم همه تون گرم. برای ایرانی آزاد، برای بزانو در آوردن خامنه ای دیکتاتور احتساب می کنم تا همراه ملتش شوم. مرگ بر خامنه ای دیکتاتور، مرگ بر حکومت دیکتاتوری خامنه ای. شبنم، اعتراض همونطور که گفتی شکلای مختلفیه. بله همینطوره. الان دیوار نویسی ها خیلی زیاد شده. در واقع ما همچنان و دائما داریم تصاویری میگیریم که در واقع شعارهایی که حالا مردم در اعتراضات میدن رو روی دیوارها مینویسن. چیزای توییت های مردم در توییتر رو حتما دیدم که دیوار نویسی کردن، یعنی اون شبکه‌های اجتماعی و خیابان واقعا با هم پیوند دارن. و گرافیتی ها همینطور، چقدر گرافیتی زیاد شده با هشتگ مهسا امینی و یا حالا همه این شعارها به شکل گرافیتی یا تصویرسازی شده و روی دیوارها و گوشه و کنار دیده میشه. امروز یک خانومی بدون روسری رفته شعار مرگ بر خامنه ای رو نوشته. آقای خامنه ای، من نمیدونم شما زنده ای یا مرده ای،
ولی اینو بدون، ننگ با رنگ پاک نمی شود. بجنگ تا بجنگ. مشهد ۷۵۸۱ که شاهنشاهی. همطور که دیدی الان با هشتگ مهسا امینی و در یه خانمی دیوار نویسی کرد و در این حال هم یک سره هم در طول روز بسیجی ها میان این دیوار نویسی ها رو پاک میکنن، مردم دوباره شب میرن مینویسن. اما نکته مهم اینه که در فقدان اینترنت خیلی از این تصاویر به دست ما نمیرسه، مردم پیام هایی میفرستن، ما این پیام های صوتی رو منتشر میکنیم، میتونیم بریم چند تا از این پیام ها رو بشنویم. سلام میکنم به همه ایرانی ها، هموطنام، به ویژه دهه 80 ها که درس جدیدی از شجاعت رو به همه ما یاد دادن. من الان سخنم بیشتر با بزرگتر از دهه 70 ها، 60 ها، 50 ها. نظاره‌گر نباشیم، ما هم باید به اونا بپیوندیم، بریم باهاشون تو خیابون، تنهاشون نذاریم، بهشون روحیه بدیم و دوش به دوششون بریم به قلب سپاه ضحاک به امید روز پیروزی. با سلام، عنوان یک شهروند پیشنهاد میکنم برای ایجاد حس اتحاد و همدلی بیشتر، هنرمندان، فعالین صنفی و مدنی، ورزشکاران، مادران آبان به دیدار خانواده‌هایی برن که عزیزانشون را در تظاهرات ضد رژیم از دست دادند، باهاشون وقت بگذرونن، عکس بگیرن و منتشر و بازنشر کنند. سلام به شبکه خوب اینترنشنال. به خدا من دیگه انقدر داد زدم صدا گلوم پاره شده. دو شب رو این شب چهارشنبه سوری بپا کنید، دو شب بیاید این چهارشنبه سوری که تا صبح میزنیم و میترکونیم. دو شب نابود شدن، دو شب خواهش میکنم، دو شب این شب چهارشنبه سوری، این اون قدیما، دو شب خواهش میکنم ازتون. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم و همکاران خوب شبکه ایران اینترنشنال. دیشب 5 مهر 1401 نیروهای سرکوبگر توی نارمک خیابان آیت جنوبی به اشتباه داشتن به همدیگر شلیک میکردن که تعداد 10 شلیک شد. از اون طرف نیروهام گفتن خودی هستیم، نزنید. اینا از سایه خودشون هم دارن میترسن دیگه. چند ساعت بعدش هم بودش که این نیروها با هم دیگه درگیری لفظ پیدا کرده بودن.